مصاحبه ای با یک فرازمینی، قسمت 16. سلام عرض می کنم به شما همراهان همیشگی و عزیز پیج های پادکست. قسمت 16 را در حالی آغاز می کنیم که هنوز تاریخ وقایع مهم زمین از طرف آیرل به ماتیلدا ادامه دارد. فناوری پیشرفته، به دام اندازی و بردگی که طی میلیون ها سال توسط امپراتوری کهن توسعه پیدا کرده، به قصد ایجاد یک ظاهر کاذب برای زندان روی ارواح جاودان زمینی اعمال شده. تمام این ظاهرسازی ها در سراسر زمین به یک بار مستقر شده. هر قطعه بخشی از سیستم کاملا یک پارچه زندان است. اینها شامل مذهب مبهم مامبو جامبو هم می شود. هر تمدن هرمی بخش سازوکار کنترل را استفاده می کند تا سیستم بردهداری را با توسل به زور، ترس و جهل سرپا نگه دارد. در هم و برهم کردن اطلاعات نامربوط، طرح‌های هندسی و محاسبات ریاضی و همترازی‌های نجومی بخشی از معنویت کاذبی است که بر اساس اشیاء جامد، نه روح جاویدان، آن هم به نیت گیج و سردرگم کردن ارواح جاودان زمینی بنا شده. وقتی بدن شخصی می‌میرد، آن را با تعلقات زمینی دفن می‌کردند، شامل بدن سابق که در کتان پیچیده میشد تا باعث حفظ روح یا کیعه آنها پس از مرگ شود. یک روح جاودان روح ندارد، بلکه خود روح است. بر سیاره میهن یک روح جاودان پس از مرگ موجود یا ترک بدن، دارایی های دنیویشان نه گم شده، نه دزدیده، نه یا به فراموشی سپرده می شود. یک روح جاودان برمیگردد و دارایی های خود را به دست میگیرد. اما وقتی روح جاودان حافظش پاک شود، هرگز نمیتواند به خاطر آورد که آیا اصلا دارایی داشته یا نه. بنابراین حاکمان، شرکت های بیمه، بانکدارها و اعضای خانواده و دیگر لاشخور صفت ها میتوانند خیلی راحت دارایی های شخص متوفا را بدون ترس از مجازات بالا بکشند. تنها استدلالی که میتوان برای معانی کاذب آنها در نظر گرفت این است که آنها این ایده را القا میکنند که یک روح جاودان روحانی نه یک روح، بلکه یک شیء فیزیکی است. این دروغ است و تله‌ای برای یک روح جاودان. افراد زیادی هستند که اوقات زیادی را صرف حل معماهای پیچیده مصر و دیگر تمدن‌های امپراتوری کهن میکنند. آنها معماهایی هستند که قطعاتشان با هم همخوانی ندارند. سؤالی که پاسخ خودش را خودش دارد عبارت است از این که راز مصر و دیگر تمدن‌های هرمی چیست؟ پاسخ: راز. حدود 15,000 سال پیش قبل از میلاد، نیروهای امپراتوری کهن ساختمان عملیات معدنکاوی هیدرولیک، بناوری تولید، کنترل و انتقال قدرت توسط سیال تحت فشار را در کوههای آند در بولیوی فعلی نزدیک دریاچه تیکاکاکا، دریاچه سنگهای قل، به انضمام ساختمانی ساخته شده از سنگهای بزرگ و پیچیده و تراشیده شده و معروف به کالاساسایا و دروازه خورشیدش را اداره می کردند. 11,600 سال پیش از میلاد، محور قطب زمین به یک ناحیه اقیانوسی منتقل شد. آخرین عصر یخبندان فرا رسید و به شکلی غیر منتظره پایان پیدا کرد. چون کلاهک‌های یخی قطبی شروع به ذوب شدن کردند و سطح آب اقیانوس بالا آمد و باعث شد که بخش‌های بزرگی از خشکی‌های زمین در آب فرو رود. آخرین بقایای باقی مانده از آتلانتیس و لموریا توسط آب بلعیده شد. تعداد زیادی از حیوانات در آمریکا، استرالیا و نواحی آرکتیک بر اثر جابجایی قطب‌ها منقرض شدند. 10,400 سال پیش از میلاد، نقشه‌هایی برای ساختن هرم بزرگ جیزه توسط یکی از ارواح جاودان امپراتوری کهن تهیه شد. 4 هواکش هرم محل دقیق ستاره‌های کلیدی در امپراتوری کهن هستند که در این سال از جیزه قابل رؤیت بودند.
مسیر و همترازی اهرام جیزه بر زمین کاملا با مسیر صورت فلکی اوریون در آسمان مطابقت دارد. جیزه نسبت به نیل تمثال زمینی راه شیری در آسمان است. 10400 پیش از میلاد. مطابق داده‌های مورخ زمینی هرودوت، اسنادی از تمدن ویران شده ی آتلانتیس شامل فناوری‌های الکترونیکی و سایر فناوری‌های این جامعه در سردابه‌ای زیر پنجه‌های ابوالهول دفن شده. مورخ یونانی نوشته که این موضوع توسط بعضی از دوستانش که کاهنان آنو، خدای سومری بوده اند، به او گفته شده. اون هم در شهر هیلوپولیس مصر. با این حال بسیار بعید است که ردپایی از یک تمدن الکترونیکی توسط مدیران سیستم زندان امپراتوری کهن این اجازه را یافته باشد که دست نخورده باقی بماند. 8212 پیش از میلاد. ودا یا سرودهای ودایی مجموعه ای از سرودهای مذهبی هستند که به جوامع زمینی معرفی شدند. آنها در سنت شفاهی به خاطر سپرده شده و نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شدند. سرود سپید دم کودکی شامل ایده است که چرخه کیهان فیزیکی نامیده شده. خلق، رشد، بقا و تباهی و مرگ یا نابودی انرژی و ماده در فضا. این چرخه تولید زمان است. همین مجموعه سرودها فرضیه فرگشت را توصیف می کنند. در اینجا با حجم فوق‌العاده‌ای از دانش مواجه هستیم که بخش اعظم آن با حقیقت معنوی سر و کار دارد. متاسفانه ارزیابی انسان‌ها از آن غلط بوده و کاهنان آن را با دروغ درآمیختند و واقعیت را وارونه جلوه دادند و دام مهلکی برای جلوگیری از هر کسی که بخواهد با استفاده از خرد راهی برای فرار از زندان سیاره‌ای بیابد گستردند. 8050 پیش از میلاد. نابودی حکمرانی سیاره میهن امپراتوری کهن در این کهکشان. این پایان امپراتوری کهن به عنوان یک واحد سیاسی در کهکشان بود. اگرچه که وسعت امپراتوری کهن به اندازه است که قلمرو برای تسخیر کامل آن به هزاران سال زمان نیاز دارد. بی تحرکی سیاسی و اقتصادی و سیستم‌های فرهنگی امپراتوری کهن تا مدتی به جای خود باقی ماند. اگرچه که بقایای ناوگان فضایی امپراتوری کهن بالاخره در 1230 میلادی در منظومه خورشیدی زمین نابود شد. علاوه بر عوامل امپراتوری که زندان زمین را می‌گردانند، موجودات دیگری هم از امپراتوری کهن به زمین آمده بودند. از اونجایی که پس از شکست امپراتوری کهن از قلمرو زمین دیگر تحت کنترل تمام عیار آنها قرار نداشت، نیروهای امنیتی هم جهت کنترل خائنان سیاسی، دزدان فضایی، معدنچی‌ها، بازرگانان و مدیرانی که به زمین آمده بودند، تا از فرصت پیش آمده برای بهره برداری از منابع سیاره جهت منافع شخصی و بسیاری از دیگر دلایل شرورانه استفاده کنند وجود نداشت. به عنوان مثال تاریخ زمین به روایت قوم یهود از نیفیلیم سخن میگوید. فصل ششم پیدایش. وقتی که انسان بر زمین تکثیر شد و دختران آنها متولد شدند، آنگاه که پسران خدا دختران انسان را دیدند و زیباییشان را پسندیدند و از میان آنها هر کدام را که خواستند و همسری برگزیدند. نفیلیم در آن دوران و همچنین پس از آن بر زمین بودند. وقتی پسران خدا با دختران زمینی همبستر شدند، فرزندانی از آنها به دنیا آمد. کسانی که از قدیم موجوداتی توانا و نامور بودند. قوم یهود تاریخی را نوشتند تحت عنوان عهد عتیق، کسانی که برده و گله دار و شکارچی بودند. هر فناوری حتی در حد ابتدایی مثل چراغ قوه برای آنها مبهوت کننده و معجزه آسا به نظر می رسید. آنها هر پدیده غیر قابل توصیف و یا فناوری را به کارهای خدا نسبت می دادند. متاسفانه این رفتار در میان همه ارواح جاودان که دچار نسیان و فراموشی شدند و نمی توانند هویت، شخصیت، فناوری و آموزش و تجربیات و حافظهشان را به یاد بیاورند فراگیر است. بدیهی است که اگر آنها انسان بودند و با زن زمینی جفتگیری کرده بودند، پسران خدا نمی بایست نامیده می شدند. آنها ارواح جاودانی بودند که بدنهای بیولوژیکی را به نفع موقعیت سیاسی در امپراتوری کهن تسخیر یا در کالبد فیزیکی و برای حس فیزیکی کارهای افراطی بدن را تسخیر کرده بودند.
اونها بر زمین فراتر از دسترس پلیس و مراجع مالیاتی شهرهای مهاجرنشین خود را برپا نموده بودند. تصادفاً یکی از جدیترین جرائمی که یک روح جاودان میتوانسته در امپراتوری کهن مرتکب شود، نقض مقررات مالیات بر درآمد بود. مالیات بر درآمد به عنوان یکی از سازوکارهای بردهداری و به عنوان مجازات در امپراتوری کهن مورد استفاده قرار می گرفت. یک خطای کوچک در گزارش مالیاتی کافی بود تا یک روح جاودان نجس شمرده و برای گذراندن دوران محکومیت به زمین فرستاده شد. 6750 پیش از میلاد. تمدن‌های هرمی دیگری هم توسط امپراتوری کهن بر زمین تأسیس شدند. آنها در بابل، مصر، چین و میانرودان، یعنی همان بین النهرین، بنا نهاده شدند. منطقه میانرودان تسهیلات کاری، ایستگاه‌های ارتباطی، فرودگاه‌هایی برای فضاپیماها و عملیات استخراج معادن را برای این تمدن‌های قلابی فراهم می‌کرد. پتاه نامی بود که به نخستین رده از نسل مدیران اجرایی امپراتوری کهن داده شده بود که خودشان را به مردم روی زمین به عنوان حکمرانان الهی معرفی کرده بودند. شاید اهمیت پتاه را زمانی میتوان درک کرد که بفهمیم لغت اجیپت تحریف یونانی عبارت هت کاپتاه یا سرای روح است. پتاه نام مستعار توسعه دهنده است. او مهندس ساخت و ساز بوده. کاهن اعظمش لقب قائد اعظم صنعتگر را یدک می کشید. همچنین پتاه در مصر خدای تناسخ بوده. او ابداع کننده ی آیین گشودن مدخل بوده که توسط کاهنان به منظور رهایی روحها از بدنشان انجام می شد. البته وقتی روحها رها شوند دوباره شکار و دچار فراموشی شده و به زمین بازگردانده می شوند. مصری ها حکمرانان الهی پیرو پتاه را بر زمین اصطلاحاً نتر می نامیدند که به معنی نگهبانان یا مراقبان است. نمادشان مار یا اژدهایی بود که نشان کهانت سری امپراتوری کهن به حساب می آمد. کهانتی که نظام برادری مار نامیده می شد. مهندسان امپراتوری کهن ابزارهای برششان عبارت بوده از امواج نورانی به شدت متراکم که با آن بلوک‌های سنگی را به سرعت می‌بریدند و می‌تراشیدند و حکاکی می‌کردند. آنها همچنین از میدان‌های نیرو و فضاپیماها برای بلند کردن و جابجایی بلوک‌های سنگی صدها هزار تنی استفاده می‌کردند. برخی از این سازه‌ها در جایی بنا شده بود که در نسبت با انواع ستاره‌ها در این ناحیه از کهکشان دارای اهمیت نجومی بود. در مقایسه با استانداردهای خانه‌سازی در اغلب سیاره‌ها این بناها زمخت و خام طراحی شدند. به عنوان یک مهندس قلمرو میتوانم قسم یاد کنم که چنین سازه‌هایی بر سیاره‌ای در قلمرو هرگز مورد بازرسی گذرا هم قرار نمی‌گیرد. بلوک‌های سنگی مثل آنهایی که در تمدن‌های هرمی به کار رفته را هنوز هم میتوان پیدا کرد که در معادن استخراج سنگ و اینجا و آنجا نیمه کار رها شدند. بسیاری از این بناها با عجله ساخته شدند و بسیار شبیه نمادهای کاذبی از یک شهر غربی بر مجموعی از تصاویر متحرک واقعی به نظر می رسند. اما آنها هیچ ارزشی ندارند، هدف مفیدی هم ندارند. اهرام و همه دیگر بناهای سنگی توسط امپراتوری کهن ساخته و گفته شده که آنها بناهای سری هستند. چه دلیلی دارد که کسی بخواهد چنین حجم زیادی از منابع را برای ساخت تعداد زیادی از این بناهای بیفایده هدر بدهد؟ برای خلق یک توهم اسرارآمیز. واقعیت قضیه این است که هر یک از حکمرانان الهی ارواح روحانی بودند که به عنوان عوامل امپراتوری کهن خدمت می‌کردند.